برای گفتگو در مورد این خبر همراه هستیم با صلاح عبدالله نژاد. آقای عبدالله نژاد ضمن تشکر از شما میخواستم که در رابطه با تجمعات امروز بازنشستگان توضیح بدید و بگید ویژگیاش چی بوده. با تشکر از شما و با سلام بینندگان عزیز سیما آزادی بالا ویژگی های این تظاهراتو خوب در شعراشون به طور مشخص میشه خب فهمید که چیه بسیارم گسترده خیلی هم گسترده بود یکی در واقع این یک خیزش سراسری که الان فواصلش هم خیلی کمتر شده یعنی اگه قبلا هفته یه بار بود الان در واقع شده هفته دو بار از 15 فروردین بعد از تعطیلات که اینا شروع شده اعتراضا تا الان امروز که 29 فروردین این پنجمین حرکت اعتراضی بازنشسته است یعنی همونطور که گفتم فواصل خیلی کمتر شده بله. که این خودش یکی از ویژگی هست. یه ویژگی دیگه در رابطه با که دادن رادیکالیسم این شعارها بود مثلا شعار میدادن ما رأی نمیدیم خب این بسیار قابل توجهه این در شرایطی که رژیم در آستانه انتخابات خامنه ای دنبال انتخابات پرشوره ولی اینها قاطعانه این انتخابات میگن ما تحریم میکنیم یعنی همسو با مقاومت و مجاهدین خلق ایران خواهان تحریم انتخابات هستن. یه ویژگی دیگه هم این بود که خب اینا رژیم به شیوه های مختلف به این بازنشسته ها هشدار داده بود که دیگه از این شعار ها ندن ولی علا همه اینها علا رقم و اختار ها اختار های رژیم مردم و بازنشسته ها اومدن این شعارها را دادن یک شعار دیگه هم که میدادن میگفتن هم مجلس هم دولت نیستن به فکر ملت یا مثلا شعار می‌دادن که دولت خیانت میکند مجلس حمایت می کند در واقع این شعارها اون روی سکه شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا هست چرا چون دولت به اصلاح دست به اصلاح طلب از اون که خودشون میگن مجلس هم که الان به اصلاح دست باند موسوم به اصولگراست در نتیجه هر دوی اینا رو الان توی شعارشون رد میکنن یه شعار قابل توجیه دیگه این بود که میگفتن یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه کشور ما رو بازنشسته تو رنج و از اون طرف به مردم از مردم میخواستن که درد ما درد شماست به ما ملحق بشید و تاکید میکردن که حقشون تو کف خیابون فقط به دست میاد که این نشوندنده وضعیت انفجاری جامعه از بخصوص و تو که رژیم عملا نتونسته جلوی ادامه و استمرار این اعتراضاتو بگیره در حالی که رژیم به طور واقعی میخواد اینا ادامه پیدا نکنه چون میدونه که هرچی این اعتراضات گسترش پیدا بکنه دامنش خب به سایر اخشار وسیع تر میشه مثلا همین الان فردا برای تجمع جلوی مجلس رژیم در واقع در فراخان دادن یعنی همین باز بله نه بورس اونایی که خانه بسه از بورس سر بخورده قارت شدگان بورس و یا اقشار مختلف یا همین دیروز شاهد بودیم که کشاورزان توی بروجن ماشین در واقع چیزو رژیم و آتش زدند و فضای رادیکالیزم و اعتراضات جامعه یعنی خیلی بیشتر شده و رژیم از این بابت خیلی وحشت داری یعنی یک نوع مثل بشکه بارود مثل بشکه باروته که هر لحظه احتمال انفجارش و اینکه این خیزش ها مطمئنا در پیوند با هم دیگه تبدیل میشه به یک قیام سراسری و تمامیت این رژیم جارو میکنه مثلا امروز رژیم اعلام کرده که کرونا آمار تلفاتش همین در عرض 24 ساعت شده 405 نفر که خب هم، البته همه واقعیت هم نیست آمار که خب خیلی بیشتر از این است م. که مقاومت ایران روزانه آمار میده ولی تک تک این مرگ را میرا مطمئنا تبدیل میشن به اعتراضات گسترده مردمی و تاروپود و تمامیت این رژیم رو نهایتا جارو خواهند کرد بله با تشکر از شما